سلام و درود به حاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. به برنامه دیگه از نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. تجهیزات نظامی ایران کم کم دارن در سطح جهان زبان زد میشن و ابرقدرت ها یکی یکی به دنبال خرید پهپادهای ایرانی هستن. این بار چین سفارش سنگینی به پهپادهای شاهد ایرانی داده. با ما تا پایان همراه باشید تا یه نگاهی داشته باشیم به این سفارش چینی ها و ببینیم که چین میخواد با این پهپادها چیکار کنه. و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید، کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. لی شانگفو وزیر دفاع چین روز سه‌شنبه 24 مرداد گفته که پکن خودش رو نسبت به تعمیق همکاری‌های دفاعی با ایران و بلاروس متحد می‌کنه. بر اساس گزارش وبسایت آمریکایی سمافور، اظهارات این مقام چینی در کنفرانس امنیت بین‌المللی مسکو بیان شده که مدت زمان اندکی بعد از انتشار گزارش این رسانه درباره برنامه ایران برای ساخت کارخانه‌های تولید پهپاد در بلاروس برگزار میشه. ایران و بلاروس هر دو از متحدان روسیه به حساب میان، در حالی که بلاروس آشکارا به مسکو در جنگ اوکراین کمک میکنه. کشورهای غربی ایران رو هم متهم میکنن که پهپادهای خودشون رو برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه صادر میکنه. مقامات ایران اما این اتهام رو رد کرده و تنها اذعان کرده که قبل از جنگ اوکراین شمار محدودی پهپاد به روسیه داده. سمافور می نویسه که چین به شدت تلاش میکنه که در رقابت با ایالات متحده همکاری های نظامی خودش رو با کشورهای دیگه در سطح جهان افزایش بده و در این رابطه بر آسیا، اوراسیا و اقیانوس آرام تمرکز کرده. یکی از مهمترین ابزارهایی هم که چین برای این منظور در اختیار داره سازمان همکاری‌های شانگهای که ایران اخیراً به عضویت اون در اومده. وزیر دفاع چین در اظهارات روز سه‌شنبه خودش ابراز امیدواری کرده که بلاروس هم به زودی به عضویت این سازمان در میاد. او اظهار کرده که ما متعهد به ترویج گفتگو برای صلح و دستیابی به یک اجماع بین‌المللی بزرگ برای حل اختلافات هستیم. این امر خواه مربوط به افغانستان باشه، خواه سوریه، خواه بحران اوکراین و خواه مسئله هسته‌ای ایران. آقای لی همچنین با استفاده از این فرصت تاکید کرده که تایوان بخشی از سرزمین چینه و هر گونه تلاش بازیگران خارجی برای کنترل چین با استفاده از اهرام تایوان با شکست مواجه میشه. ظاهراً سفارش 30,000 پهپاد ایرانی توسط چین صحت داره. حالا به غیر از روسیه، پهپادهای ایرانی مشتریان دیگه هم پیدا کردن. یک منبع آگاه توی وزارت دفاع ایران به روزنامه الجریده کویت گفته که سفارش 30,000 پهپاد ایرانی توسط چین نهایی شده. روسیه به عنوان اولین خریدار پهپادهای ساخت ایران برای مقابله با اوکراین از این پهپادها استفاده کرده و با توجه به ویژگی‌های این سلاح‌های مرگبار، مشتریان دیگه‌ای مثل چین هم به دنبال خرید اونها هستند. گفته شده که به غیر از چین و روسیه 35 کشور دیگه برای خرید این پهپادها علاقه نشون دادن. این روزنامه در ادامه به نقل از منبع خودش آورده که چین قراردادی برای خرید 15,000 پهپاد ایرانی منعقد کرده بود و از دو روز پیش هم قراردادی رو با ایرانی ها برای خرید تعداد مشابه امضا کرده. منبع الجریده در ادامه گفته که پهپادهای ایرانی مورد توجه خیلی از کشورهای آسیای مرکزی، آفریقا، آمریکای لاتین و شرق آسیا قرار گرفته و خیلی از این کشورها درخواستهایی رو برای خرید اونها ارائه کردن که فراتر از ظرفیت تولید کارخانه‌های ایرانی برای تامین اون هاست. به گفته محققان، پهپادهایی که گرین دو نام دارن نسخه های ساخت روسیه از پهپادهای ایرانیه. بر اساس این گزارش، پهپادهای گرین دو با مواد متفاوتی نسبت به شاهد ساخته شدن و همچنین به نظر میرسه که اونها با نیازهای روسیه سازگاری بیشتری داشته باشن. تایمز خاطر نشان کرده که پهپادهای روسی با فایبر گلاس روی لایه‌هایی از فیبر کربن بافته شده ساخته میشه که با مواد لان زنبوری مورد استفاده در پهپادهای ایرانی متفاوته. دو هواپیمای بدون سرنشینی که کانکلیفت آرمامنت سرچ بازرسی کردن همچنین دارای ماژول‌های الکترونیکی به نام کومتا بودن که قبلا توی پهپادهای روسی پیدا شده بود. شاهد 136 یه پهپاد انتحاری ایرانیه. طول این پهپاد 3.5 متر، وزن اون 200 کیلوگرم و حداکثر سرعت اون 185 کیلومتر بر ساعته. برد اون هم 2000 کیلومتره. همچنین طول بالهای این پهپاد 2.5 متره. طراحی این پهپاد توسط صنایع هوایی شاهد انجام شده، اما شرکت سازنده اون حسا هستش. قیمت این پهپاد طبق برآوردهای مختلف از 20,000 دلار تا 50,000 یورو برای هر فروند تخمین زده شده.
روزنامه فاینانشال تایمز روز چهارشنبه 25 مرداد گزارش داده که دولت آمریکا در جریان مذاکرات غیر مستقیم اخیر از تهران خواسته از تجهیز روسیه به پهپاد خودداری کنه. این روزنامه بریتانیایی با استناد به اظهارات مقام ایرانی و یه منبع دیگه که از مذاکرات اخیر بین تهران و واشنگتن آگاه اما به نام اونها اشاره نشده، نوشت که آمریکا همچنین در این مذاکرات درخواست کرده که ایران ارسال قطعات برای پهپاد به روسیه رو متوقف بکنه. مقام ایرانی که فاینانشال تایمز اظهارات او رو نقل کرده گفته که تهران ضمن انکار رسمی تجهیز روسیه به پهپادهایی که در جنگ اوکراین به کار میرن، بارها از مسکو خواسته تا از استقرار و استفاده از این پهپادها توی این درگیری خودداری بکنه. اما آمریکا خواهان گام‌های مشخص‌تری از طرف ایران در این زمینه هستش. به نوشته این روزنامه، این درخواست بخشی از تفاهم نانوشته اما گسترده‌ای هستش که در تماس‌های اخیر در قطر و عمان عنوان شده. بر اساس جزئیاتی که تا حالا از توافق تهران و واشنگتن منتشر شده، قراره در ازای آزادی چند ایرانی از زندان‌های آمریکا و دستیابی تهران به 6 میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده ایران نزد بانک‌های کره جنوبی بابت نفتی که ایران در سال‌های گذشته به این کشور فروخته، جمهوری اسلامی 5 زندانی آمریکایی را که دست کم 3 تن از اونها دو تابعیتی هستند آزاد بکنه. این افراد به تازگی از زندان به حصر خانگی منتقل شدند. منبع دیگه‌ای که فاینانشال تایمز با او گفتگو کرده، گفته که هرچند تبادل زندانی به اقدامات تنش‌زدایی مشروط نشده، اما می‌تونه به ایجاد اعتماد متقابل کمک بکنه. به نوشته این روزنامه، خواسته ایران از آمریکا این بوده که از شریکان اروپایی خودش بخواد تا از فشار بر ایران و اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران که ممکنه از اوایل پاییز امسال وضع بشه خودداری بکنه. تهران و واشنگتن هنوز به گزارش فاینانشال تایمز در خصوص فشار آمریکا به ایران در این مذاکرات یاد شده با هدف قطع تجهیز روسیه به پهپادهای ساخت ایران واکنش نشون نداده. وزارت دفاع آمریکا به تازگی در نمایشگاهی با ارائه قطعات پهپادهای ساخت شده ایرانی اونها رو بخشی از مستندات تجهیز روسیه به پهپادهای انتحاری ایرانی معرفی کرده. آمریکا اوایل بهار امسال اعلام کرد که در پی سفر هیئت ارشد نظامی ایران به روسیه در سال گذشته، مسکو کارخانه مونتاژ پهپادهای ایرانی در تاتارستان برپا کرده و در حال تکمیل سریع اون هستش. کارشناسان گفتن در صورتی که پهپادهای انتحاری ایرانی مدل شاهد در روسیه بهینه‌سازی بشه، ممکنه وزن بیشتری از مواد منفجره رو در پروازها با خودش حمل بکنه و قدرت تخریبی اون بیشتر بشه. نیروی هوایی اوکراین در یک ماه اخیر که حملات روسیه به اوکراین از بعد از لغو توافق صدور غلات افزایش پیدا کرده، بارها اعلام کرده که توی خیلی از حملات هوایی روزانه روسیه علیه شهرهای مختلف اوکراین، پهپادهای شاهد ایران رو سرنگون کرده. با این حال اصابت شماری از اونها تلفات جانی و آسیب مالی داشته. بدین ترتیب به پایان این برنامه از حاشیه نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوندیارو نگهدارتون.